یو اسکات چطوری مچه وردیل پی هستم، خوش اومدید به یه گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی بیلدر، یه بازی شبیه‌ساز ساختمان‌سازیه که توش قراره بریم کلی حرکت باحال بزنیم. بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. تو اینستاگرام می‌خوام یه ویدیوهایی بذارم که تو یوتیوب منتشرشون نمی‌کنم، توی کانال تلگرام هم دارم لینک دانلود بازیایی رو میذارم که شما خیلی دوستشون داشتین. یه چیزی هم اول ویدیو ازتون بپرسم، اگه بازی کانتراباند پلیس رو ندیدید حتما برید پلی لیستش رو تماشا کنید، بازی به زودی قراره منتشر بشه. اگه دوست داشتین بازی رو بخریم و تا آخرش با هم دیگه بریم، بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب این بازی رو من تالا واردش نشدم اصلا، فقط یه دونه نیو گیم داریم اینجا، هیچ اطلاعی هم راجع به هیچ چیزش ندارم. بریم توی بازی ببینیم داستانش چیه. اه بچه، فضای باحال و گرافیک جالبی داره بازی. خب حالا چون اصطلاحات ساختمونی و اینا هم زیاد میخواد به کار ببره، من فکر کنم هیچی نمیفهمم از این داستان. میگه که اولین کاری که باید بکنی فرم ورک رو باید ستاپ کنی، فلش رو دنبال کن و کارهایی که بهت میگم انجام بده دیگه. فرم ورک رو برداشتیم، میگه ببر بذار روی زمینه، چی همچین چیزایی میگه فکر کنم. بذار ببینم کجا میشه این کارو کرد. منظورت کجا بود داداش؟ خیلی سخت و پیچیده میشه بازی اینجوری با این اصطلاح. این چیه؟ شیلنگ آب برداشتم، چه باحال، به کجا وصله این؟ کش میاد واقعا؟ تا کجا میکشه؟ بذار بکشم ببینم تا کجا میاد. تا اینجا بیشتر نمیاد دیگه. الان اینا رو خیس کنیم چی میشه؟ سیمان میشه مثلا، میشه شست اینجا رو ذره تمیز کرد. خب آقا من اول اونو برداشتم، باید ببرم بذارم یه جایی، ولی کجا میشه بذاریشون؟ باید بذارم یه جایی که آبیان الان. بله. چقدر خفن. گود جاب. خب یه دونه این چوبا فعلا گذاشتم اونجا، این همه چوب باید بذاری. چقدر گیم خفن و جالبی واقعا، خیلی بازیش خفنه. سه تا دیگه این چوبا برداشتیم، بذار بذاریم اینا رو هم سر جاشون، یکی دیگه میذاریم اینجا. اینا برای چی هست اصلا؟ برای فونداسیون ساختمون فکر کنم. آها همه رو با هم اصلا میشد برداری. چرا هی دونه دونه من داشتم برمی‌داشتم؟ البته بار اول این چیزا کاملا نرماله، اصلا نگران نباشید، دستمون میاد. بازی به زودی و به سرعت و بهترین ساختمونا رو میسازیم توش. این بازی هم الان دموه، هنوز نسخه اصلی بازی منتشر نشده، ولی اگه از این بازی هم خوشتون بیاد و دوست داشته باشین که ادامهش بدیم، نسخه اصلی بازی هم میخرم و تا آخرش با هم دیگه گیم پلی میذاریم. خب این چوبا رو من دونه دونه اول کامل بچینم دور تا دور زمین. قشنگ عین ساختن یه ساختمان واقعی، تمام کارا رو باید خودت انجام بدی دیگه. بعد بدبختیش اینجایی که من تنها ام. باز یکی دیگه هم بود با هم میومد، یکی چوبا رو میچید، یکی سیمانو میریخ، یکی چوبا رو میبرید، یکی آشغالا رو میذاشتم به در، یکی ناهاری درست میکرد واسمو. من تک و تنها باید این همه کارو اینجا انجام بدم؟ این انصافا عادلانه نیست اصلا. خب چوبام تموم شد، 20 تا چوبو گذاشتم، باید برم یه چند تا دیگه بردارم، یه 15 تا دیگه هم برمیدم، فکر کنم با 15 تا دیگه تموم بشه. بگی دست چوبو مهندس. این یه تخته دیگه، یه تخته دیگه اینجا، یه دونه دیگه. کل اینا رو باید دو لاین چوب بچینیم دیگه، خیلی تعدادشون زیاده انصافا. خیلی دوست دارم الان بدونم این چی میخواد درست کنه. خونه ویلاییه، آپارتمانه، چیه؟ چقدر کوچیکه اصلا خونه. ببین خونه به این کوچیکی انقدر کار داره، مثلا یه آپارتمان بخوای بسازی چقدر طول میکشه دیگه. یه چوب بلند یه تیکه بذار تموم شه بره دیگه. هی ما دونه دونه اینجا رو باید بچینیم، فکر کنم 1-2-3 تا دیگه بذارم فکر کنم دیگه تموم بشه دیگه. کاری نداشته باشیم با این چوبا، بریم توی مرحله دیگهش ببینیم چی کار میشه کرد. یه چیزی هم اشتباهی برداشتم وسط. آقا این چوبو بگی دستت داداش. بذار مهندس، بذار که وقت نداریم، تا آخر شب باید این ساختمون رو تحویل بدیم و فکر نکنی خیلی وقت داره میتونی راحت سر صبر کارو انجام بدی. 1-2-3-4-5 تا دیگه برمیدارم، حالا شاید لازمه اون بشه، ولی فکر کنم یه دونه دیگه تمومه. یه دونه چوب دیگه بذاریم اینجا، این مرحله تموم میشه. اوه اوه اینجا رو ببین حالا. اینا چیه؟ لوله باید بکشم؟ خب مثلا که الان باید این میله ها برداریم، فکر کنم برای لوله موله ها باشه. چیز جالبیه این، چقدر خفن. قشنگ مراحل ساختن این ساختمون رو کامل یاد میگیرید اگه این بازی رو انجام بدید. خب از اینا هم تا جایی که میتونم برمیدارم فعلا، 20 تا بیشتر البته نمیشه برداشت، ولی فکر کنم اینا 20 تاش تموم بکنه کارو دیگه. یه ذره اینا رو اگه بلندتر میگرفتی خیلی زودتر تموم میشد. این همه وقت ما رو داری تلف میکنی برای میله کشی فقط اون زیر. خیلی جالب.
جالبه، کاش اسمش هم میگفت چیه که حداقل یاد میگرفتیم داریم بازی میکنیم. واقعا ساختمون ساختن یکی از کارهایی که من خودم و بچگی خیلی دوست داشتم. رشته دانشگاه مهندسی عمران بود و خیلی مرتبط بود به همین بازی. دقیقاً خب 20 تا دیگه از اینا برمی‌داریم، بریم اینا رو هم بذاریم سر جاشون. چیزی دیگه زیاد نمونده، فکر کنم با 4-5 تا دیگه تموم بشه. این دور هم بچینیم. حالا کی میخواد بیاد بتون بریزه تو اینا؟ بدبختیمون تازه از اونجا شروع میشه. امیدوارم دمای بازی فقط بذاره تا یه جای پیش بریم دیگه، یه دفعه وسط اینجا کات نکنه داستانو. اینو نمیشه بندازمش الان من. دوستو ببین با این چی کار میشه که؟ چیا رو میشه زد ترکون؟ زمین رو میشه کند مثلا؟ نمیکنه که، اینجا رو که نمیکنه. هیچ کاری نمیشه مثلا که با این که. باید بریم مثلا که فرغون رو برداریم یا اینجا باید یه کاری انجام بدیم. این دکمه رو فشار میدیم، این مثلا که سیمان درست میکنه. بعد بیاییم فرغون رو برداریم بذاریم زیرش، شیلنگ رو باید برداریم بریم بریزیم این تو. انگار درسته؟ آره باید آب بریزیم این تو. 100% رو فول میکنم که هی نریم و بیایم دیگه. نگاه کن چه پول آبی داره میگیره ازمون، هر قطره آبو داره $2 با من حساب میکنه. آقا این نامردی نیست؟ این همه اینجا زحمت بکش، کار کن، پولم بده. تازه اینا رو باید کارفرما میداد به من چه؟ خب الان بعد از این خاکای ذره برداریم، ولی چی جوری رو اصلا نمیدونم. شاید باید با این بکنیم مثلا. من الان یه دونه بیل فکر کنم لازم دارم که بیارم اینا رو بریزم تو فرغون باش، ببرم بریزم تو اون دستگاهه. کاری باید بکنی دیگه اینجا، نمیدونم چی کار میشه کرد. دقیقا اینم که باش ماله میکشی ربطی نره اصلا. آها بیلم اینجاست، اوکی. اینو باید ببرم بریزم این تو، فکر کنم ریختم دیگه. هی یه بیل یه بیل باید پر کنیم بیاریم بریزیم این تو. خاک روس و آبو با هم دیگه قاطی میکنه، سیمان درست میکنه واسمون. اه نریختی که. این چیه؟ نه اینو نریز، یه ذره از اون یکی هم شاید باید قاطیش بریزی. سنگ ریزم هست دیگه، اینم باید بریزم فکر کنم. ولی فعلا راجع به چیز دیگه داره با من صحبت میکنه. الان میگه که این قرمز رو بردار، اینم باید ببرم بریزمش این تو. اوکی درست شد. 62% آب، 31% یه چیز دیگه، یه درصدی همون وسط همین قرمزه بود که الان ریختم. بذار ببینم سیمانمون آماده شد یا نه. بس بود فکر کنم دیگه اون خاکی که ریختم توش. اینجا هم یه چیزی راجع به درصدا نوشته که چه اتفاقایی میفته وقتی با هم قاطیشون میکنی. گیم کاملا تخصصیه، یعنی واقعا بازی مهندسیه، الکی نیست. خب فرغون رو باید بذاریم این زیر، بعد این دسته رو بچرخونیم که سیمانمون بریزه تو فرغون، اونو ببریم خالی کنیم اونجا فکر کنم دیگه. بله الان باید اینا رو خالی کنم اینجا. همه جا رو قشنگ کامل پر کن. بذار اول جاهاشون رو مشخص کنم بعد بیام پرشون کنم که نریزم بیرون. الان اون سیمانی که ریختم اون بیرون رو چیکار کنیم؟ حالا اینو ببینن خیلی زایه است. خالی کن دیگه اینم همینجا. اوکی بریم یه فرغون دیگه هم بیاریم. اه همه سیمانم هم ریخ رو زمین، یادم رفت بدم بالا سرشو. چه گندی زدم. آخ 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 حیف شد، این همه زحمت کشیده بودم سیمان درست کرده بودم، همش ریخ رو زمین. حالا باید یکی رو بیارم اینا رو جمع کنه رو زمین، کارفرما بیاد اینا رو ببینه پدرشو در میاره این کارگر بدبختو. اوکی اینو بزن اینجا که بعد ریدی داداش، اینو باید برمیگردوندی بالا وقتی کارت تموم شد. همینجوری گذاشتمش، همه چی به باد رفت. یه دفعه دیگه باید سیمان درست کنم. اول آب بود فکر کنم. بده شیلنگ و لعنتی. شیلنگ لعنتی رو بردار از رو زمین، پر آبش کن قشنگ تمیز. یه ذره سیمانم چسبیده هنوز اون دورا، میتونستم بردارم اونو. چه ضرری زدم، یه کامیون سیمانو ریختم رو زمین، یه ذره هم اون دورو برا پخش کردم، همینجوری الکی هدر رفت سیمانو. اشکال نداره دیگه، حالا روز اول کاریه، کم کم راه میافتیم. این چرا پر نمیشه؟ از 84% بیشتر نمیشی چرا؟ بریز دیگه آبو. فکر کنم اوکی هستم، بیشتر از 84 نباید بریزی. چند تا بیل خاک رس ببریم حالا. آفرین داره دستت میاد، معلومه کارگر حرفه‌ای میشی در آینده. اونم ریخ ولی 22% بیشتر نشد انگار. 28%، یه دونه دیگه بریزم فکر کنم 30% خاک رس داشته باشه. اوکی اینجا درصدا رو نوشته که چی درست میکنه دیگه، ولی فکر کنم الان همین اوکی باشه. خب یه بار دیگه باید فرغون رو پر کنیم که پر اصلا فرغونم الان. نمیدونم اینا از کجا اومد تو فرغون، من چیزی نریخته بودم. این بیشتر شبیه کوده تا سیمان، ولی نمیدونم چرا این شکلی شده. چقدر رانندگی با این فرغونه سخت انصافا. بریز پر کن همشو، بریز همینجا.
پر بشه باری کلا. کاش اینوری هم میریختی یه ذره. ماشاءالله به این کارگر دوباره تموم شد. اینو دوباره میبریم میذاریم سر جاش. اینجوری هم بذارم فکر کنم اوکی باشه دیگه. نمیخواد خیلی تنظیم بذاری. عالی کن تو فرغون. فقط تایم میکس شدنش خیلی مهم نیست. زیادی با هم دیگه میکس نشن اینا. البته تموم شد انگار اصلا. فکر کنم دیگه هیچی توش نیست ولی اینجوری که بوش میاد تمام سیمانا رو برداشتیم. اینم اینجا خالی میکنیم. سه تا ستون رو با هم دیگه پر میکنیم در جا. یه ذره میایم عقب‌تر. این دو تا رو هم پر کن دیگه. باری کلا چقدر سیمان تو اینه. ای بابا چقدر سخت. هی ما باید بریم اینو پر کنیم برگردیم دوباره. ببینم چیزی توش مونده یا تمام شد دیگه. تمام دوباره باید درست کنیم. بابا لعنتی یا یکی رو بفرستید بیاد به من کمک کنه. خسته شدم تنهایی. چقدر من کار انجام بدم آخه اینجا. بیگاری دارید میکشیدم من. اینا هم چقدر کثیف انصافا خالی کردم و خیلی تمیزتر از این میشد خالی کنیم. فکر کنم دو تا فرغون دیگه تموم باشه. بذار بریم درست کنیم دیگه. چیکار کنیم؟ کاری نمیشه کرد به جز این. وردار این شیلنگ لعنتی رو. این شیلنگ سخت میاد تو دست چرا انقدر. قشنگ پرش کن که سه چهار تا فرغون ببریم دیگه. هی دونه دونه من نباید بیام اینو درست کنم که. چرا یه ذره به فکر نیستید شما؟ اینایی که چسبیده اون تو رو کی میکنه؟ نمیشه کند اینا رو. حتما یه چیزی هست که میریزن اون تو اینا رو هم میکنه دیگه. نمیشه که اینجوری. آها 100% پر شد. خب اون موقع ذره کارمون باگ داشت. این دفعه این قرمز رو نریختم راستی. این ملاته به درد نمیخوره الان. نمیشه اینا رو بکنی؟ اشتباه ریختم آقا. این قرمز رو نریخته بودم توش. خب بذار این دفعه حالا درستش میکنم دیگه. کسی که فعلا چیزی نفهمیده. فکر کنم 5 تا بیل میشد. 2 بیل، 3 بیل، بازم باید بریزم. 30% رو فکر کنم حداقل باید میشد. 4 بیل، یه دونه دیگه هم میریزم. من اینجوری درست میکنم دیگه. آقا فرمول من اینه. نمیخوای من کار نکنم اینجا. 31% شد خاک رس، 69% آب. این قرمز رو هم ببرم ذره بریزم اون تو این دفعه. دفعه قبلی اشتباهی ریختم. فکر کنم سیمانمون خراب شد. اینو دوباره باید خالیش کنیم تو فرغون. پر پر قشنگ پر پرش کن. برش گردون برگردون هدر ندی اینو. کلی زحمت میکشم من هر دفعه. خب بذار اصلا خاموشش کنیم که میکس هم نشه دیگه. با هم خاموش کن اینو. فکر کنم فقط برای میکس کردنش باید روشن کنی دیگه. برای خالی کردنش که نمیخواد روشن باشه همشون میکسره. از این بغل دوباره شروع میکنم به بتن ریزی. کارو میبریم جلو. یه پروژه سنگین دارم که حتما باید تمومش کنم. این قسمت اوکی شد. یه نوار ریز دیگه اون طرف مونده و این نوار این بغل. اینو با این فرغون اگه پر کنی کار منو بد جور جلو میندازی. تموم شد دوباره. آقا یه فرغون دیگه تو رو خدا به من سیمان بده من دوباره درست نکنم الان دیگه. برش گردون بابا برش گردون. پدر ما رو تو در آوردی. یه دونه دیگه میخواستم همشو. فقط همین یه ذره مونده. آقا بس نیست. اوکی دیگه. اینجا هم هست. دو تا تیکه مونده. اینم باید درستش کنم دیگه. نمیتونم کارو همینجوری نصف نیمه ول کنم برم بیرون. وردار این شیلنگ لعنتی رو. حالا که گرافیک بازی اینقدر خوبه کاش حداقل این جزئیاتش هم بود. مثلا آب میریزی تو این یه ذره آب میگرفت اون تر. حالا هنوز خشک خشک هیچ اتفاقی نمیافت. چی شد؟ یه قرون آب نریختی اون تو دو ساعت من وایسادم؟ بیشور چیکار داری میکنی پا؟ چون خاموشه اینجوری میشه باید روشنش کنم و وقت ما رو داره تلف میکنه. هی دیگه آقا جون من سر سه تا پروژه بزرگ دیگه باید برم. نمیتونم اینجا اینقدر وقت بذارم که. اون ماشین منه اونجا. دمش گرم. کارگر چه ماشین جالبی داره. با حقوق کارگریش ماشین خوبی تونسته بخره. بیشتر از 84 الان دیگه نمیشه هستن. سیمانی که الان درست کردم فکر کنم از همشون مرغوب تره انصافا. یه فرغون دیگه پر کن ببینم پسر جون. این چه جوری پر میشه؟ من اصلا خالی نکردم چیزیو. کیه فرغون منو پر میکنه؟ فکر کنم یکی داره از غیب به من کمک میکنه سر این پروژه. فهمیده من کار سختی دارم انجام میدم. یکیو فرستادن اومد کمکم. اینو پرش کن. اوه خودش سه تا بود. یه دونه دیگه هم اونجا هست. اگه این سه تا بود اینم پس حتما دو تا رو هست دیگه. همینجا فکر کنم خالی کنی. اوکی درست شد. اینم از قسمت پیریزی زیر دیوارا. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین این بازی هم ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. اول ویدیو گفتم که چه کارهایی میخوام انجام بدم. حتما توی اون دوتا هم جوین بشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.